نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، آدم کشان، مال مردم خوران، بی ناموسان، بی همه چیزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، سرداران سپاه، فکولیای وطن فروش، بنیاد ایمان جشن چهارشنبه سوری گذاشته، اومدن خودشون رو قاطی کردن. اسلام رسم میشینه وقتی زورش نمیرسه میاد قاطی میکشه، از تو خراب میکنه. بنیاد ایمان اومده میگه 5 دلار بدیم بیاین، من همه چیز مجانی بهتون میدم. و آقای قاسم گلی هم مثل اینکه امشب اونجا برنامه داره، نمیدونم، شاید من نمیفهمم، راه رو عوضی میرم. من هیچ جوری قاطی دزدا نمیشم. این حکومت دزده. نتیجتاً به هر سازمانی کمک کنه اون سازمان از دزدان کمک میگیره. هر آخوندی دزده، راه دزدی رو یاد میگیره بعد آخوند میشه، یا مثل مجتهد شبستری میگه من قاطی این آشغالا نمیشم، لباس خود چتن خودش در میاره، خودش خودشو خلع لباس میکنه، میگه این لباس کثیفه، من دیگه نمیپوشم. همون کاری که دشتی کرد، همون کاری که کسروی کرد. میگه من میرم لباس انسانها رو میپوشم، این لباس دزدیه. چون در حکومت دینی با پشتبانی الله که پشتبان دزدان هست، همه دزدند، از طلبه جغله گرفته تا حشت الاسلام، تا آیت الله، تا عظما، تا عظمی، تا همه، هر اینا هرچی اسمشون گنده تر میشه دوستر میشن، تا بالاخره میشن رهبر دوزد. اکبر دوزدم که رئیس دوزداست، رئیس دوتا مجلس دوزدام هست، خبرگان و تشخیص. اون یکی ریش قرمزم رئیس دوزدای قوه مقننه است. او یارو عراقی هم رئیس دزدای قضایی است، رئیس دزدای مجریه، لابد اون یارو بونقلتون است، من نمیدونم، یا فامیل احمدی نژاد، اون احمدی نام یه چیز دیگه، احمد نیک نژاد. سردار مردار زیادن، سرداران دزد، هیچ کاری بلد نیستن جز دزدی. این دزدان برای خودشون دادگاه دارن، منتها برای اینکه اون دادگاه‌های دزدی رو داشته باشن و دزدان کوچیک رو بگیرن، باید پایه‌های اسلام نو محمدی رو قرص نگه دارن. دزدانی که ما باهاشون سر کار داریم، ببخشید من یه یادداشت باید بردارم. دزدانی که ما باهاشون سر کار داریم دزدان معمولی نیستند. منظورم دزدان دولتی است، دزدانی که حکومت دینی رو دارن. اینا پشتوانه الله رو دارن. الله هر روز میره پیش اکبر علی شیره‌ای و علی شیره‌ای میشینه یه بس میزنه، بعد میگه برو هرچی آدم دلت میخواد بکشی بکش. اسلام ناب محمدیه. خانم فروشی رو خوب بلدن، قاچاق فروشی رو خوب بلدن. این دزدان زن بچه‌شون هم میفروشن برای پول.
برای همینه که یه روزی که من گفتم جوان مردی دیدم خندهشون گرفت مردم. مثل این که مثلا از اینکه یارو فوت کرد اون مجسمه گلیه زنده شد، البته 5000 سال پیش بود، الان مجسمه سنگیش هم فوت کنی زنده نمیشه. اون یه وقتی دیگه بود، 3500 سال پیش فهمیدن که فوت کرده زنده شده. و نمیدونم، من هر جا میخورم به بنبست بر میخورم، چون من سوال میکنم. معذورم ار محال تو باور نمیکنم. اینا دزدان الله آسمونیان، الله زمینی که تایچاس زیر زمینه، اون 20% مال شما شریکه و چون خودش تای چاس دستش نمیرسه باید بدی به نایمش، بدی اکبر دوزه بخوره، بدی خامنه ای بخوره، بدی آیت الله بخوره. آقا شغل شما چیه؟ من خدا میفروشم پول میگیرم. چجوری خدا میفروشی؟ بابا الان تای چا بودم، من صبحونم الان اونجا خوردم، اینم دست خط امام زمان. قبول نداری؟ گردنتو میزنم. برو زندان اوین. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. حدود یک ساعت و نیم پیش قراری بوده که در شهر تهران تا راه سبلان مدنی یه همچه حرفا اونچه دور هم جمع بشن. من هیچ خبری ندارم، نمیدونم آیا چه اتفاقی افتاده. تا آخر این برنامه هم خبری نخواهم داشت، چون منم و شما داریم با هم حرف میزنیم. امیدوارم که مثبت شده باشه، یا اینکه تمرینی شده باشه که مردم ایران بدونن اگر خودشون حرکت کنن، اگه خودشون به جنبن، یه اتفاقی میفته. اگر هم غیر از این شده باشه که باز دوباره باید کار رو از سر شروع کرد. ما چیزهایی که داریم، چهارشنبه سوریه، نوروز و 13 به در، در مقابل همه اون ماهایی که مردم گوسفندوار میرن زنجیر میزنن و سینه میزنن به خاطر یه مش پلو خورش، خودشون خونین و مالیم میکنن که سال دیگه بهتر راشون بدن پلو خورش بخورن. آخوند جاش قرصتر بشه، هرچی تو بیشتر زنجیر بزنی، هرچی تو بیشتر قمه بزنی، جای آخوند قرصتره. نمیدونم این حرفی که من دارم میزنم چند سال دیگه اثر میکنه، ولی میدونم الان بیش از 10% جمعیتی که تو ایران زندگی میکنه با حرف من موافقه. اگر شما بیش از این میدونید شما به من جواب بدید. 70 میلیون جمعیت ایرانه، بیش از 45 میلیونش جوونه. چقدر از این 45 میلیون این حرف منو میفهمه؟ و چقدر از این 45 میلیون وقتی این حرف منو میشنوه فوش به من میده؟ میگه من کافر شدم. چون این تنها اتهامی است که میزنن. کافر شدم. کافر چیه؟ کفر میگه آقا. کفر چیه؟ یعنی کافر شدی. قدیم، خیلی قدیم، خیلی خیلی قدیم، یه شاعری گفت متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند. پس بنابراین هر دوش خریدار داره، بستگی به این داره که خردت تا کجا رفته باشه، سوالت تا کجا رفته باشه، یا اینکه بگی آقا جو من کاری به این حرفا ندارم، هر چی اینا میگن با
امروز یک برنامه متفاوت گذاشتم چون گفتم خودم دلم شور میزنه. راحت چه بهتون بگم. اولا دو تا از دوستان، یه نفر از لندن خانم ماندانا و شخصی به نام علی از سوئد. علی از سوئد با من تماس گرفته، کلی حرف زده، بعد گفته به من تلفن کن. نه تلفن گذاشته نه هیچ. چش تلفن میکنم. به کجا نمیدونم. خیلی از شما حدود مثلا 6-7 دقیقه حرف میزنید، بعدم میگید به من تلفن کن. حالا من به کجا باید تلفن کنم خودم نمیدونم. 4-5 روز بعدش هم زنگ میزنیم، یا آقا من 5 روز پیش زنگ زدم چرا تلفن نکردی؟ بازم تلفن نمیذاری. خانم ماندانا گفته برنامه های من از رونقش افتاده. یه بحثیه. کسانی که در جای مختلف برنامه منو میشنون برداشت های زیاد متفاوتی دارن. با آقای صحبت میکردم، استاد دانشگاه بود و بازنشسته. من فقط نشسته بودم گوش میدادم ایشون حرف میزد، چون هر چی میگفت من یاد میگرفتم. یه نفرم از تهران زنگ میزنه میگه آقا روزی یه روب، الان میخونم براتون، روزی یه روب راجع به زرتشت صحبت کن مثلا. یکی دیگه زنگ میزنه میگه راجع به خدا صحبت کن. یکی دیگه زنگ میزنه میگه تو به چی عقیده داری. یکی زنگ میزنه میگه دین تو چیه. یکی ایمیل میفرسته. ببینید من از بچه 12-13 ساله 15 ساله شنونده دارم تا 90 ساله. خب من وقتی که با 90 ساله صحبت میکنم که سالهای سال خودش مدرس بوده و عقلش خیلی بیشتر از منه، میشینم گوش میدم. اما نمیتونم برنامه رو بذارم در سطح دانایی اون شخص. ماندانای عزیزم، شما ممکنه به یه سطحی رسیده باشی که برنامه های من برای شما خسته کننده باشه. از نظر من کاملا قابل قبول، قابل فهمه. من هر روز بینندگان جدیدی دارم. من هر روز ایمیل هایی میگیرم، آقای نوشته بود من 3 روز تو رو میشناسم. یه هموطن کردی از لندن تلفن کرد گفت من 4 روز تو رو پیدا کردم. گفتم من 30 ساله دارم این کار رو میکنم. خب شما ممکنه 6 ساله من نگاه کنی، 5 ساله، حتما برات کهنه شده. برای اینکه من حرفامو خیلی تکرار میکنم. شما برنامه من رو میتونید یه دونش رو اول و آخر براش بذارید از حرفایی که زده. ببینید اصلا بیایید یه ارزیابی بکنید هر برنامه، اصلا به برنامه من کاری نداشته باشید. وقتی 1 ساعت برنامه یا 1.5 ساعت برنامه رو میبینید، آخر سر خودتون با خودتون ارزیابی بکنید. خب چی شد؟ من چی یاد گرفتم از این ماجرا؟ چی فهمیدم؟ 1.5 ساعت سرم گرم شد، 1 ساعت سرم گرم شد، 5 ساعت سرم گرم شد. خب خیلی قشنگه، معتادم هستم، میشینم میبینم. چی یاد گرفتم؟ من همیشه سعی میکنم در هر برنامه‌ای یک چیز جدید بگم. ولی اون تو 5 دقیقه است، بقیه‌اش مال بچه‌هایی است که تازه اومدن و سوال از من میکنه. آقای فاضلی اگه خدا نیست پس این کره ما رو کی آفریده؟ بیرون از کرم چیزی نمیبینه. نمیدونم که خدا عقلش نمیرسیده که این کره است. وقتی تو قرآن راجع بهش صحبت کرده گفته ما زمین رو گستردیم، نگفته توپش کردیم.
اما بچگی رفته تو گوشش که هر چیزی سانه ای داره، اگر یه نفر اینو نسازه وجود نداره. خیلی خوب، این حرف بسیار خوبیه. خدا رو کی ساخته؟ هر چیزی سانه ای داره. خدا رو کی ساخته؟ خدای یهودی ها رو موسی ساخته، خدای مسلمان ها رو محمد ساخته، خدای بودایی ها رو بودا ساخته، خدای مسیحی ها رو هم مسیح ساخته، یعنی آخوندهای مسیحی. چون مسیح هیچ وقت دنبال خداسازی و نمان فلان اینا نبود. مسیح یه یهودی خیلی 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 باورمند بود، نه کتابی داشت، نه چیزی، نه با خدا حرف میزد، نه جبرئیل داشت، نه هیچ. حتی مثل انبیای دیگه یهودی نگفتش که من با خدا رفتم صحبت کردم. ولی خوب براش درست کردن، خریدار داشت. 60% دین مسیحی از دین مهر اومده، 40%ش هم مال یهودیت. ولی الان مهریتش و یهودیتش غلبه کرده. تمام این لباسایی که کاردینال ها میپوشن لباس مهریه. من اینو چجوری به یه بچه 15 ساله حالی کنم که شما حوصله در دست برنامه من سر نره؟ مسلمه وقتی من با اون حرف میزنم، ماندانو جون تو از برنامه من خسته میشی، حقم داری. علت این که رو ار جواب دادم بهت، برای اینکه نظیر شما زیاده. خیلی ها هستن میگن ای بابا این باز همین حرفا رو زد. این حرف ها پایان نداره. 1400 ساله گفته. یه وقت دیدم امام حسین اومد سر تپه میزنی تو کلت و گریه میکنی. من هنوز 14 سال نیست میگم که آقا اون دروغه. بازم باورمند اون بیشتر از باورمند اینه. میخوای من چیکار کنم؟ من سوشیانس هستم، 29 سال دارم، کارشناسی ارشد کشاورزی. حدود 5 سال است که از تقلید کورکورانه به خردگرایی رسیدم. یادم هست در دوره کارشناسی عکس حضرت محمد روی دیوار اتاقمان در خوابگاه دانشگاه چسبانده بودم. بچه های سال قبل این کاری کرده بودن. روزی یکی از دوستانم به اتاق ما آمد و تا این عکس را دید با کف دستش یکی کوبید روی صورت این مرد و فوش خوار مادر داد و گفت این چه دینی بود که آوردید؟ علت این که این میل رو دوباره میخونم برای اینکه اون جوابی که من میخواستم دفعه پیش ازش نگرفتم. من و هموطاقیم با خودمون گفتیم همین الان دوستمون تبدیل به سنگ میشود. ما هممون از سنگ شدن میترسیم، حتی میترسیم فکر بکنیم که شاید سنگ بشیم. پس از مدتی دیدیم نه بابا خبری نیست، طرف سنگ نشد. در دوره کارشناسی با مطالعه کتاب‌هایی درباره تاریخ حمله مسلمانان به ایران، کشتار، تجاوزها، ویرانی‌ها برای من که ملی هستم و اون موقع کمی مذهبی هم بودم قابل هضم نبود. یواش یواش با کتاب‌های مثل 23 سال شادروان دشتی آشنا شدم. کتاب‌های شجاع‌الدین شفا انصاری را دانلود می‌کردم، مطالعه کردم. در اوایل کار گیج و سرخورده بودم. این راست میگه، نشونی درست داره میده. اوایل کار آدم گیج گیجی میخوره، میبینه هر چی بهش گفتن دروغه، براش سخت باور کنه. ولی اینقدر مدلل و دلایل متقن میاد که مجبوری باور کنی، هیچ چاره ای نداری. پس از مدتی دوستانم را به خواندن کتاب‌ها ترغیب کردم. خلاصه شب‌ها کتاب‌ها را می‌خواندیم، صبح درباره‌اش بحث می‌کردیم. الان بسیاری از آنها به خردگرایی رسیدند و
گاهی با خودم فکر میکنم اگه مردم ایران با تاریخ خودشان به ویژه یورش تازیان مسلمان، حالا فکر کنید اگه اینا مسلمان نبودن چی میکردن؟ از این بهتر بود. مغلا آمدن، حمله کردن، کشتن، سوختن، رفتن. اما عرب ها موندن. تازیان همون کارا رو کردن و موندن. اگر مسلمان نبودن توحششان کمتر می بود. خیر، به ایران آشنا شوند، مردم برن با اینا آشنا شوند. این دین عقب مانده را به زبالدان تاریخ خواهند فرستاد اگر بدونن چه بلایی سرشون اومده. چند پیشنهاد خدمتتون ارائه میکنم، هر کدام به درد خورد استفاده کنید، هر کدام نبود به گفته خودتان بریزید دور. درباره یورش مسلمانان به ایران در 1400 سال پیش و کشتارها هم صحبت کنید، روزی یک ساعت. بارها و بارها خوندم و مخصوصا از روی کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران، اگه جای دستتون رسید پیاده کنید ببینید این بیناموسا چه کردن به ایران. دو، نام برنامه را خردگرایی بگذارید مناسب تر است. نه، کسی که به خردگرایی میرسه به آزادی میرسه. شما آزادی رو فقط آزادی سیاسی نگاه میکنید. شما وقتی که پابند یک دین موهوم هستی، توی زندان، توی سیاه‌چال زندگی میکنید، نتیجه خردگرایی آزادیه. به این دلیل و با حساب من اسم برنامه‌مو نوید آزادی گذاشتم، نه آزادی با جنگ و شمشیر، اون رو کار ملت ایرانه. آزادی با خرد، با دانش. چراغ دانش رو وقتی روشن میکنی از تاریکی نجات پیدا میکنی، از زندان آزاد میشی. به این دلیل اسم این برنامه نوید آزادیه. درباره وجود یا عدم وجود روح بیشتر مطالعه بفرمایید و مستند سخن بگویید. من چیزی رو که قبول ندارم چرا برم مطالعه کنم عزیزم؟ من اعتقاد دارم که جسم و روح و روان و هر چی شما میگید تا موقعیش که این خونه میگرده تو بدن من. اگه شما غیر از این فکر میکنی، برو بشین حساب بکن ببین تمام موجودات باید روح داشته باشن، برای اینکه وقتی میمیرن میمیرن. پس گوسفندم روح داره، موشم روح داره، مورچم روح داره، شیر و پلنگ و ببرم روح دارن و این روح ها این میلیون ها سال کجا انبار شده؟ منتها شما چون میخوای قبول نکنی که میمیری و تموم میشی، میگی روح من میمونه. نه، من قبول ندارم. شما اگه قبول داری من با شما گرفتاری ندارم. کتاب رباعیات خیام که از 10 تا کتاب شادروان دشتی و دیگران افشا کننده تر است را هم برای فروش بگذارید و هم شعرهایش را بخوانید و توضیح دهید. رباعیات خیام هزار سال اونجاست و مردم با دلی دلی بهش نگاه میکنند. آخرش هم میگن خیام کافر شد. خیام یه روز نشسته بود و گفت باد اومد و یه این شرابدونش رو انداخت زمین و شکست. این حرفا آخوندیه ها، فکر کن الان من سر منبرم دارم حرف. گفت ابریق می مرا شکستی ربی، بر من در عیش را ببستی ربی، من می خورم و تو می کنی بدمستی، خاکم بدهن مگر تو مستی ربی. یه مرتبه روش سیاه شد. حالا خاکم به دهنم گفته اینا، خیام از یه حرفا نمیزد. خیام یخ خدا رو میگرفت میکشتش پایین.
خیام به خدا میگفت تو شعور نداری، تو نمیفهمی. ولی حرف آخونده رو بهتر از حرف من میشنوم. بعد رفت توبه کرد، دوباره روش سفید شد. بابایه میگه با ماجرای ما مردم نوشتن ماره و عکس مار. نوشتن مار و عکس مار. ببینید چقدر اینا با هم فاصله داره. ولی چشم، از خیامم میخونم. زان پیش که بر سرت شبیخون آرند، فرمای که تا باده گلگون آرند. تو زر نی ای غافل نادان، که تو را در خاک نهند و باز بیرون آرند. فقط طلا رو زیر خاک کردن دوباره میرن میکنن درش میارن. بقیه دروغ دلنگا رو هرچی میخوان گوش بدی. در کشور گل و بلبل یا آقای به یک چیزی اعتراض داره و از من خواهش کردی اینو برای شما بخونم، شما یه خورده روش فکر بکنید. میگه با سلام و درود خدمت آقای فاضلی عزیز، از شما خواهش دارم این متن را برای مردم بخونی. فکر نکنید هر چیزی برای من بیاد میخونم. من اون چیزایی که به دردتون میخوره سبا میکنم میخونم. یا آقای برای من تلفن زده جوانیست، آقا من 8 ایمیل برای تو دادم، تو چرا جواب منو نمیدی؟ 100 دفعه گفتم من جواب بلد نیستم بدم. من روزی 300 تا ایمیل برای تو میفرستم بشی میدم چجوری جواب میدی بعد به زندگیت. اگه ممکنه تو بیکار باشی این کارو بکنی، من بیکار نیستم. من قول میدم بخونم، ولی الان 3000 تا عقبم. 3000 تا خب روز 300 ایمیل من میشه خوند. حالا تو میگی جوابم بدم. چش، بنا به گزارش سرویس مجازی خبرگزاری فارس، شیعیان سراسر جهان می توانند با ارتباط تلفنی امام هشتمشان را زیارت کنند. در این گزارش می خوانیم به همت استان یا آستان قدس رضوی، ارادتمندان به آستان سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام از این پس می توانند با تماس با روضه منوره از راه دور حرم ایشان را زیارت کنند. به همین روزا دوربینم واسه تون میذارم. بر پایه این خبر زائران آستان امام هشتم می توانند با شماره 511-233-34 تماس گرفته و پس از عرض سلام به این امام همام به طور تلفنی زائر حرم ایشان شود. یعنی بره دور حرم بگرده با تلفن. قابل توجه است که زائرانی که در خارج از کشور قصد تماس با شماره مذکور را دارند از کد 2098 برای شماره گیری استفاده کنند. آری، این است یکی از راه های رسیدن به خدا. حالا خدا یا تو مشهده یا طبقه هفتمه، یه چیزی هست، خدا یه منبع درآمده، ازش میشه پول در آورد. به نظر شما چه رمز و رموزی در این عوام فریبی نهفته است؟ بیاییم لحظه ای تمام تعصبات مذهبی را کنار گذاشته از دریچه فکر و اندیشه یا به قول شما خرد به این موضوع بنگریم. مگر شیعیان معتقد نیستند که ائمه‌شان علم غیب داشته و همه چیز را می دانند؟ پس حال که ائمه همچون خدا عالم به همه چیز هستند و شنوای هر ندایی، چرا
ارتباط با تلفن. مگه امام رضا که قادر است شفا دهنده بدترین مریضی ها، برطرف کننده تمام مشکلات زندگی انسان ها باشد، نمیتواند صدای شیعش را بدون تلفن بشنود؟ وقت پول تلفنی که داری میدی، اون یارو استفاده میکنه، اون داره امام رضا میفروشه، خدا میفروشه پول بگیره. امام رضا کیه؟ خدا کیه؟ یارو میخواد پول در بیاره، رای پول در آوردنشه. ببعیه تلفن میکنه، میگه از پول قطار دادن ارزون تره. اگر قادر به شنیدن این نداهاست، پس ارتباط تلفنی برای چیه؟ اگر هم قادر به شنیدن نیست، پس خواندن و مدد خواستن از او برای چی؟ برای ببعی فرق نمیکنه. چرا شیعیان لحظه ای نمی اندیشند؟ چرا نمی خواهند حقایق را دریابند؟ چطور ائمه ای که برای شنیدن صدای تو نیاز به تلفن دارند، قادر به حل مشکلات تو هستند؟ حالا من یه تلفن کنی با امام رضا صحبت میکنی. اون رفیقمون تو تهران گفته به سیروس بگین بخنده. جای بسی تأسف است که جمهوری اسلامی که خودش رو ام القرای جهان اسلام مینامد، این چنین با اعتقادات مردم خود بازی کرده، باورهایشان را به باد تمسخر میگیرد و توسط مشتی مرجع تقلید چنین ملتش را حالو میکند و همه روزه چنین چندین امامزاده میسازد برای فریفتن هرچه بیشتر مردمش. زیارت امامزاده هایش را نیز تلفنی اجرا میکند. اگر شما ببینید یک اسب زین کرده ای کنار خیابون هست، سوارش نمیشی، صاحبم نداره، آخوندم داره همین کار میکنه، سوار شده داره سواری میگیره، شما اومدی بهش میگی چی؟ میگی پیاده شو. واسه چی؟ چرا این کارو بکنه؟ ای کاش جوانان شیعه اندکی به خدایند و بنگرند که به وسیله این شیادان روحانی در چه محلکه ای افتادند. مگر بشکه های نفت شکم های بشکه مانند این شیاطین را، منظور آخونداست، پر نمی کند که این چنین از ملتشان باج می گیرند؟ یقینا با روند روبروشی که این صنعت پردرآمد امام تراشی و امام پرستی در کشورمان دارد، دیری نخواهد گذشت که تمام امامزاده های جمهوری اسلامی تلفنی، فکسی، اسمسی، اینترنتی و و و شده. چنان ترافیکی در ارتباط با امامزاده ها به وجود می آید که هر لحظه از شبان روز که خواسته باشی با امامی یا امامزاده ای تلفنی درد دل کنی، از تلفنت بشنوی مشترک گرامی، امامزاده مورد نظر در شبکه وجود ندارد. قشنگ نوشته. من چون چهارشنبه سوریه دارم اینا رو براتون میخونم یه خورده. برای مردمان گرفتار در خرافات افغانستان و تاجیکستان هم صحبت کنید. همه اینها تا دهانشان باز میشود اسلام عزیز است و خرافه. حتی کسانی از اینها که در خارج زندگی میکنن هنوز در گمراهی و نادانی به سر میبرد. یکی از دوستانم که در اروپا زندگی میکند میگفت در ایام ماه رمضان موقع نماز خواندن کیف چرم و کمربندشان را در مسجد باز می کنند و به کنار می اندازند، چرا که اینها از ذبح غیر شرعی درست شده است. ولی فردا با اینکه زن و بچه دارند می رخ خانم بازی یا هزار تا فساد دیگر. وقتی که دینی بگه که تو برو آدم بکش من می برمت حوری خونه، پس خانم بازی آزاده تو این دین. این دین به وسیله خانمبازی، به وسیله ارائه حوری خونه پایه گرفته. آخوندم به تو میگه هر کاری من میگم بکن میری حوری خونه، میگه من این کارها رو که میگم بکن خدا واسط خانم میاره. پایه این دین دزدی، غارت، تجاوز به زنای مردمه. در زیرنویس برنامه تان میتوانید بنویسید برای تهیه کتاب به سایت شما مراجعه شود. شاید خیلی ها از این موضوع خبردار نباشند. والا اونجا پای چیز
آدرس اینترنتی من نوشته شده. rezafazeli.com همیشه این زیر برنامه نوشته شده. آدرس همیشه زیر برنامه نوشته شده. آخه لقمه رو چقدر میشه جوید گذاشت تو دهن مردم؟ برن اونجا کتاب، یکی بره به سایت خودش کتابو میبینه. درباره زرتشت تا جایی که من مطالعه کردم خودش ادعای ارتباط با خدا را نداشته، 100% درست میگه. سروده های وی یا همان گاتاها بسیار پرمعناست و روح و روان انسان را آرامش میبخشد. برنامه شما برای ایرانیان نعمت بزرگی است. از همه هممیهنان میخواهم به شما یاری برسانم. در پایان از اینکه رفته توی چیزای اختصاصی، بعضی چیزها رو نباید خوند. من وقتی حرف میزنم در تاجیکستان میشنوم، در افغانستان میشنوم. چند روز پیش یه آقایی 90 دلار برای من فرستاده بود از بیشکک قرقیزستان که آقای فاضلی این 90 دلار رو بده آقای همایون 3 ماه منو جزو یه خانواده بنویسه. پس بنابراین در بیشکک من رو میبینن، شماره تلفنم دارن، آدرسم هم دارن. از آذربایجانی که علیوف اونجا رئیسشه، آذربایجان شمالی، از اونجا برای من کلی نامه و ایمیل میاد. از افغانستان دوستان افغانی ما زنگ میزنن و تشکر میکنن از خردگرایی. وقتی من حرف میزنم که نمیتونم قسمت بکنم بگم این قسمتش مال تاجیکا، این قسمتش مال افغانا، این قسمتش مال قرقیزستان. که من فارسی حرف میزنم، هر کسی زبون منی میشنوه ازش سپاسگزارم که به من گوش میده. یک گفتم امروز چون روز چهارشنبه سوریه، من جوکای اسلامی رو دارم براتون میخونم. در کتاب کوچه از ملا اسماعیل سبزواری، کتاب انسان جامع النورین چاپ گلبهار صفحه 24، یک تیکه آورده، شما میتونید ببینید. میگه ترکیبات دیگر آزار، آزار ابنه. یکی از وقتهایی که شیطان حضور به هم میرساند وقتی است که مردی میخواهد با زوجهش نزدیکی کند. خوب گوش بدید، بعدم خودتون فکر کنید ببینید چقدرش درسته. اگر بسم الله گفت که گفت، اگر نگفت شیطان هم با او دخول میکند. یعنی دو نفری وارد کارزار میشن. آن وقت آن نطفه هم از پسر است، هم از پدر است، هم از شیطان. وقتی هم که این طفل به دنیا می آید شیطان باز حاضر می شود. میگه اومدم بچه همو بگیرم. انگشتش را می رساند به ماتحت آن فیلم، آن طفل. این رو از فرمایشات امام جعفر صادق نوشته، از فرمایشات امام جعفر صادق، از پیش خود نمیگویم، اینو امام صادق، امام صادق که خیلی بعضیا میگن زندگی امامان رو شما میتونی پیدا کنی، امامان نشستن پول گرفتن خوردن. یکی علی ابن ابی طالب بوده سر خلافت، همش جنگیده آدم کشته. یکی حسین ابن علی بوده سر خلافت رفته و کشته شده، بقیهشون هیچ کاری نکردن. موسی بن جعفر اومد رفتش، آدم فرسادیم بر اون ور که زکات جمع بکنه. هارون گرفت انداختش زندون، گو از این کارا نکن. دیگه بقیهشون نشستن پول گرفتن خوردن، مثل همین آیت الله ها.
اینم داره میگه که این حرفایی که دارم میزنم اینا رو امام صادق گفته. خلاصه میآید انگشتش را به مقعد آن بچه فرو میکند. آن وقت که بزرگ شد اثرش این است که معبون میشود، یعنی امرد میشه، یعنی گی میشه. اگر هم زن باشد فاحشه میشود و هر شب یک جای میرود. پس بنابراین همه اینا را اگه میخواین حلش کنین یه بسم الله الرحمن الرحیم بگین. دین اسلام ها، وقت فکر نکنید من خودم در میارم، من با نشونی ملا اسماعیل سبزباری کتاب انسان جامع النورین چاپ گلبهار صفحه 24. و جوک هایی که در باره هم ساعت همون یه نگاه بکنم بعد، جوک هایی که در باره ماهواره امید گفته شده، امیدوارم حوصله‌تون سر نره از برنامه امروز. برنامه امروز میگم یک آقا محمد خان قاجار حمله کرد به کرمان، هزاران چشم در آورد، آدم کشتنا. موقعی که رفت تبالی اومد و شروع کرد کوبیدن به تبلش، گفت نوروز است، کمی هم شادمانی باید کرد. من رقص و آواز نمیتونم براتون بذارم، یه خورده برنامه‌مو تغییر دادم. از وقتی که ماهواره بدبخت ما رفته اون بالا مالاها، هر روز هزار نمونه جوک واسش درست میکنن. بنده خدا دیگه حسابی به عوض امید ناامید شده. حقم داره، خودتون بخونید اولین پیام امید به زمین. زمین گرد است. اونو پخش نکردن چون مخالف قرآن بود. بنابر آخرین اخبار ماهواره امید در حال عبور از آسمان قزوین متوقف و مفقود گردید. ماهواره امید به علت لایکشی بین ماهواره ها و بوق زدن بیجا و مسافرکشی بازداشت شد. به علت قرار گرفتن امید در فضا به ناهید و زهره هشدار داده شده حجاب خود را رعایت کنند. این امید اسم مرده، ناهید و زهره اسم زنه. همون جوری که میگفتن توی یخچال هیچ وقت میرزا قاسمی رو با نرگسی دوتاییشون رو تو یخچال نذاریم، مؤنث مذکر میشه. ماهواره امید از کشف یک امامزاده بین زحل و مریخ خبر داد. حتما یا امامزاده بی‌غیرته یا امامزاده کره‌خر. ماهواره بی جنبه ایرانی از سیاره زهره خواستگاری کرد. ششمین پیام از ماهواره امید مخابره شد. یک دونه کارت شارژ 2000 تومانی ایرانسل بفرستید تا بازم پیام بدم. پیام ماهواره امید مخابره گردید. بنای قابل رؤیت از فضا مرقد امام است. هیچی دیگر رو نمیبینه. ماهواره امید به علت روبرو نشدن با نقشه رژیم صهیونیستی از ادامه دور زدن زمین منصرف شد. درود بر این دلاور ایرانی. چون اگه میخواست بگرده ممکن بود در خاک اسرائیل رد شه. پس بنابراین مثل قهرمانان عزیز ما گفت من با اسرائیل کشتی نمیگیرم. نهمین پیام ماهواره امید، جون مادرتون انقدر مسخرم نکنی. توسط ماهواره امید برای اولین بار پرچم ایران در سیاره مریخ برافراشته شد. به سیاره شهید پرور مریخ خوش آمدید. اولین عکس از ماهواره امید به ایران مخابره شد، تصویری از دکتر انتری نژاد. و این اخبار رو هم که پخش نکردن
این آقایون از یه جایی گیر آوردن به ما میگن، میگه اینجا تاریکه، من میچرسم. 18 پیام دریافتی از ماهواره سفیر امید. ماهواره امید از مدار خارج شده و فقط به دور سیاره زهره میچرخد و این پیام ها را ارسال میکنند. الهی دورت بگردم جیگر، چند سالته؟ 24 خبر از ماهواره امید: من گم شدم. بنابر خبر پرتاب ماهواره امید، نیروی انتظامی اعلام کرد به زودی برای کنترل روابط میان امید و زهره یک فروند، سفینه و گشت ارشاد به فضا خواهیم فرستاد. به دنبال ناکامی های ماهواره امید، متخصصان در حال ساخت متواره ماهواره محمود هستند. بعضی از منابع آگاه اعلام کردند که ماهواره امید به سیارات زحل و زهره شماره داده است. در پی پرتاب موفقیت آمیز ماهواره امید و دستیابی ایران به تکنولوژی فضایی، نام کهکشان راه شیری به بزرگ راه شیخ فضل الله نوری تغییر یافت. ساعت داره میره یواش یواش به نزدیک 8 برسه. 8 میشه 7:30 تهران و در واقع 2:30 بچه ها اونجا کارشون رو شروع کردن. امیدوارم که موفق و پیروز باشن. امیدوارم که ما یک روزی با دست شما ایران رو خودمون به خودمون تحویل بدیم. من کاری تو ایران ندارم. باور کنید اگه یه روزی تو ایران آزاد بشه شما منو نخواهید دید، مگر اینکه لازم باشه اون روزم حرف بزنم اگر زنده باشم. بعضی دوستان ناراحت شده بودن از برنامه جمعه گذشته، نه جمعه قبلش، که من واقعا دردم اومده بود و اومدم با شماها درد دل کردم. ولی از اون روز به بعد به توصیه دوستان همیشه آخر برنامه هام 2-4 دقیقه راجع به خرید کتاب با شما صحبت میکنم. این آرمی رو که دیروز نشونتون دادم، این اگه بخواید بریم وستفود بخرید $10 باید پول بدید، باید تا وستفود هم برید و بیاید. ولی این آرم رو من، هر کسی 2 کتاب بخره، این آرم همینیست که اینجا زدم، ببخشید، نقشه ایران با پرچم ایران تزیین شده، شیر و خورشید وسطشه و دریای مازندران و خلیج فارس و دریای عمان هم زیرشه. چون یکی از دوستان عزیز به من هدیه کرده بود و گفته بود برای برنامه بفروش، چیزی که بهم هدیه کردن سختم میاد بفروشم. گفتم هر کسی 2 کتاب خرید یه دونه از اینا مجانی براش میدم، یادگاری من میمونه پیشش. هر چقدر میتونید. خیلی ها هستن میگن آقا ما بیشتر از $10 نمیتونیم بدیم، آقا بیشتر از $20 نمیتونیم بدیم، آقا بیشتر از $50 نمیتونیم بدیم. مگه من چیزی تیل کردم این وسط؟ مگه من گفتم که چقدر بدید؟ شما میتونی مای $10 بدی کارتتو بده بگو مای $10 بردار، میتونی مای $100 بدی کارتتو بده بگو مای $100 بردار. ببینید هستند کسانی که همه الان من برم بهشون رو بندازم بگم آقا این برج من $2,000 کم دارم، چک می نویسه بدون یک لحظه معطلی. یه جاهایی یه وقتا گیر میکنم، دوستانی دارم توی تگزاس، بهشون زنگ میزنم میگم $500 بفرسین این ماه کم دارم، ولی هر ماه نمیتونم این کارو بکنم، در سال یه دفعه میتونم بکنم، 2 دفعه میتونم بکنم.
اما وقتی شما همون 10 دلار رو بدید، اگه 50 نفر 10 دلار رو بدن، دیگه من نباید 500 دلار از اون بگیرم. و اصولا چرا من برم رو بنزم به یه نفر؟ چون اگه بخواد هر کی خودش بخواد بده، من کاری ندارم. ببینید، اگر شما با 10 دلار و 20 دلار و اینا کار این برنامه رو راه بندازید، اگر یک ماهی نتونستید بدید، 3 نفر 3 تا 10 دلار نمیدن، 30 دلار دست میکنم جیبم میذارم اونجا. اما اگه یه نفر 1500 دلار داد هر ماه و وقت یه ماه نداد، من باید چیکار کنم؟ به این دلیلی که من خودم اونجاها نمیبندم. و اصولا کسی که بیاد ماهی 1500 دلار به من بده، یه گرفتاری برای من ایجاد میکنه، یه چیزی از من میخواد. من مأخوذه به حیا میشم، بنابراین میگم آقا نه، همین 10 دلار 20 دلار 50 دلار 100 دلار هرچی دستش میرسه، شما میتونید کتاب بخرید، میتونید یه دونه کتاب بخرید، میتونید یه پکیج شفا رو بخرید، میتونید یه خانمی تلفن که گوه همه کتاب ها انصاری رو میخوام، دست درد نکن، آدرس تو بده من پولش رو وسط برسم، دست درد نکن. زنگ زد گفتش که من کتاب شعرها رو میخوام. آقا جون هر چی میخوای تو بخر، آخر برج باز من نیام بگم انقدر کم آوردم. مثل ما فوریه خیلی وضع خراب بود و دستتون درد نکنه، سر موقع رسوندید و اون گرفتاری رو رفع کردید. دوستان، یه مقداری من امروز دلشوره داشتم برای بچه هایی که رفتن اونجا، به نوعی خودم رو مسئول میتونم، ولی باید خطر کرد. اگه خطر نکنیم همیشه تو این گرفتاری بدبختی میمونیم. آزادی تاوان داره، تاوان آزادی رو باید داد. آزادی رو با قرص و کپسول نمیارن در خونه به شما بدن. آزادی رو باید بگیری، حق گرفتنی است نه دادنی، کسی به شما نمیده. دل خوشم نمیدونم به اوباما و کارتر و فلان اینا نشین، اینا برای کشور خودشون کار میکنن نه برای من و شما. الانم دارن تبلیغ دین اسلام میکنن اینجا، حالا چه نقشه ای تو سرشونه، همونجوری که طالبان ساختن، همونجوری که مملکت ما رو زیر رو کردن، همونجوری که عراق اونجوری کردن، یک چیزی تو کلشونه که با اسلام اونجاها رو به هم بریزن. امیدوارم خردگرایی ما رو زودتر نجات بده. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.